سرنوشت جمال خاشقجی، مشاور پیشین حکومت عربستان و ویراستار و نویسنده برجسته، یک هفته بعد از آن معما باقی مانده است که او برای تکمیل کردن سند ازدواجش به کنسولگری ترکیه داخل شد. نامزد ترکیش که موبایل جمال را با خود داشت و بیرون ساختمان کنسولگری منتظر او بود، میگوید که جمال بعد از آن که او را ترک کرد با گذشت 11 ساعت بر نگشت. کمره‌های امنیتی ورود جمال به کنسولگری را نشان می‌دهد، اما تصویری از خارج شدن او وجود ندارد. حکومت سعودی هر گونه نقش در ناپدید شدن این خبرنگار را رد می‌کند. در یک نشست تحت نام چهره جدید عربستان که سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شد، برگزارکنندگان این نشست گفتند که خاشقچی قرار بود بخشی از این نشست باشد. رولا جبرائیل، تحلیلگر پالیسی خارجی به صدای آمریکا، گفت آنچه پلیس ترکیه میگوید، آنها تصور میکنند که ناپدید شدن وی داخل کنسولگری سعودی رخ داد. آنها در مورد کشته شدن صحبت می کنند، جایی که آنها بدن دوستم جمال را قطعه قطعه کردند. و آنها در مورد انتقال صندوق هایی صحبت می کنند که تصور می شود جسد جمال داخل آن باشد. این مطلب را پلیس ترکیه ادعا می کند. این ادعاها هیچ اعتبار ندارد. ایالات متحده آمریکا محتاطانه به این قضیه واکنش نشان داده است. از وزیر خارجه گرفته تا سطح پایین، ما از این موضوع مطلع هستیم. این چیزی است که ما آن را دنبال کرده ایم. من درک می کنم که رئیس جمهور قصد دارد با مقام های سعودی صحبت نماید. بنابراین من پیشتر از آن چیزی برای گفتن ندارم. من از این قضیه نگران هستم. دوست ندارم چیزی درباره آن بشنوم و امیدوارم این قضیه حل شود. اکنون هیچ کس چیزی درباره این قضیه نمیداند، اما بعضی خبرهای بد شنیده می شود. من آن خبرها را دوست ندارم. رولا جبرائیل گفت که شاهزاده محمد بن سلمان از جایگاه برجسته خاشقچی به عنوان نویسنده منتقد در روزنامه واشنگتن پست عصبانی بود. او میگوید که اگر گزارش‌های کشته شدن وی درست ثابت شود، غرب باید فروش سلاح به سعودی را متوقف کند و دارایی‌های شاهزاده عربستان و سایر حاکمان سعودی را راکت سازد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اولین سفر خارجی‌اش در ماه می سال 2017 را به عربستان سعودی انجام داد که ادامه عرف و سنت طولانی ایالات متحده و پیوندهای نزدیک اقتصادی و دیپلماتیک با ریاض است.